دعوت میکنم از شاپسر قند عسل سهیل غلام رضا پور. همه چیو لو دادین من نگیده نه؟ نه واقعا راست میگی، من هفته یه روز تو خونه اینجوری هم نه واقعا راست میگه، هفته یه روز عادت دارم این مدلی باشم، بقیهش خوبم، ظرف میشورم به خدا من. خب نه پس بیا نشور، خب معلومه آخه برای مگه قراره فقط بخوری باید یه ذرم تمیزکاری بکنی؟ قراره نبود خب تا حالا من را اشتباه میرفتم پس. سلام. سلام. چقدر دلم تنگ شده. آره واقعا من همینطور. بگو تازگی هم داماد شدی نه؟ یه ریز آره. آقا تبریک داره. تبریک میگم بهتون، خیلی تبریک میگم. به شما خانواده عزیز خیلی تبریک عرض میکنم. مبارکت باشه. دیگه دیدم بسه دیگه دیگه. چی بسه؟ همه چی. به بن‌بست رسیده بودم میدونی؟ گفتم یه راه جدید. دریچه جدید به زندگی. آره 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 آره. خب خیلی مخلصیم. مبارک. در مورد چی حرف بزنم؟ میدونی انقدر گذشته یه عالم کار کردم. ازدواج کردم. معافیت خدمت گرفتم. خب مبارک. قربون شما. 10-20 کیلو چاقتر شدم. چی بگم میدونی؟ معافیت رو بذار بگم. بگو. ازدواج هم میذاری خانومم اومد بعدن یه بار اجرا کنم؟ بله حتما، حتما تشریف بیارن. خیلی مخلصیم. آقا بذار حرف بزنم، شاید خنده‌دار نباشه. من 24 سالمه. تو این 24 سال انواع تبصره و تکباده و غیره معافیت رو واقعا رفتم گشتم پیدا کردم. یعنی اون فرمانده نظام وظیفه جایگیر میکنه به من زنگ میزنه آقا اون چی بود؟ میگم تبصره دوی دیگه رئیس این مدلی. آره میخواستم در صورت هیچ کورسوی امیدی رو جا نذارم که برم معافیت رو بگیرم. اولین چیزی که به ذهن هر کسی میرسه برای معافیت، معافیت پزشکیه. یا لاغل بزنه من اینجوری رسید نمیدونم. معافیت پزشکی سر وزن. خب من وزنم از اول اینجوری نبود، من هم وزن های جوان بودم تا 7 سالگی که بعد دیگه رفتم مدرسه تغذیه‌ام به هم ریخت و دیگه چاق‌تر شدم. آره که آره میخواستم معافیت بگیرم، دیدم یه 20 کیلو کم دارم واقعیتش. بعد چقدر بشه؟ یه 180 کیلویی باید میشدم حس میکنم. وای آره چون خب بگو. من حد نصابه رو چیز کردم، گفتم دیگه 20 کیلو رو زیاد نکنم چون ممکن بود مولا درزش بره، یا وزنمو دو برابر کردم. افتادم خوردم دیگه، خوردم خیلی بد خوردم میدونی؟ خیلی. آره میدونی. روز اول رفتم رو ترازو گفتم خب این دیگه الان ما اومد و یه نگاه کرد دکتره گفتش که بله دیگه اعزام. گفتم آقا شوخی نکن، تو با وزن من دو تای بعدی رو میتونی معاف کنی. گفتش که نه پسرم میدونی این کاذبه، این حبابه، یه چهار تا خشم شب بخوری حبابه تمومه. گفتم که آقا تو کدوم حبابو توی این مملکت دیدی تا حالا بترگی که من دومی باشم؟ همیشه میگن حبابه. که گفت نه دیگه معافی نمیدم برو. رفتم هفته بعد اومدم گفتم که آی دکتر من قلبم صافه، منو معاف کنید. گفتش که قلب نباید صاف باشه، کف پات باید صاف باشه. گفتم که آی دکتر مگه پا قلب دوم آدم نیست؟ خب قلب پای اول آدمه دیگه. گفت یه بار دیگه از این نمک ها بپرونی 4 سال میفرستمت خدمت. که دیدم نه خیلی عصبیه. رفتم هفته بعد برگشتم، هفته بعد برگشتم رفتم میشه آقای رئیس. گفتم آقای رئیس من راست شما مشکل چیز دارم. گفت چی؟ گفتم مشکل یه چیزی. گفت چی؟ بگو با من راحت باش. گفتم در گوشتون اگه میشه. من مشکل دارم. گفت جدی؟ گفتم آره. گفت تو برو سربازی، سربازی آدمو مرد میکنه. گفتم آقا چه گیری دادی به من تو، بلم کن، معافم کن برم، بلم کن برم. آره فعلا معافیت پزشکی رو بذاریم کنار. رفتم معافیت کفالت. معافیت کفالت در مورد من اینجوری بود که پدر اگه بالای 70 سال باشه شما معافی.
من شناسای بابام نگاه کردم دیدم اگر تا سن پروفسور سمی هم درس بخونم بابا یه 5 سال کم داره. حتی مشکل بابا نیست، سنش میرسید، مشکل از شناسنامه است. چون دوره اونا یه بچه میآوردن نمیصرفید برن تا ثبت احوال رو برگردن. اینجوری بود که 4-5 تا قشنگ میومد مینداختن پشت وانت میبردن. که اصلا ثبت احوال شهر ما اینجوری بود که 5 تا بچه یه شناسنامه رایگان میداد. میدونی؟ یا خالی میداد میگه خودت پر کن دیگه نیا تا اینجا با مهر. آره دیدم نمیرسه واقعا، گفتم خب ولش کن. داشتم همجوری قوانین رو میخوندم در مورد معافیت کفالت ها فلان اینا، رسیدم زبونم لال به فوت پدر که من داشتم بلند میخوندم بابا شنید، شنید به خدا به قرآن من قصدی نداشتم، میخوندم فقط. رفتار از اون روز عوض شد. یعنی شب با جلیقه ضد گلوله میخوابی چاقو کنارش. که رفت تحقیقات کرد دید که بهترین دفاع حمله است. یه شب چاقو رو برداشت اومد تو اتاق. دیدم معافیت کفالت بعدی، معافیت طلاق پدر مادره، من میشم کفیل و این داستانا. گفتم برم سعیم رو بکنم دیگه ببینم چی میشه. رفتم پیش مامان، رفتم پیش مامان و گفتم که مامان خوبی فلان سلام علیکم اینا. گفتم که اقدس خانم همسایمون شوهرش براش گردن من خریده طلا. بابا برای تو چی خریده این همه سال؟ گفت اتفاقا همین هفته پیش یه ست جواهر واسه من گیری کردیم. گفتم خب طلا که اصلا ضامن خوشبختی نیست، همین اقدس خانم شوهرش 120 متر زمین به نامش کرده، بابا برای تو چیکار کرده؟ گفت اتفاقا هفته پیش ویلای کلاردشت، ویلای رامسر، ویلای انزلی، سه دونگ این خونه رو به نام من کرده. گفتم ما آقا 20 سال ما مستاجریم اینجا، این پولا رو این از کجا آوردی؟ و گفت که یارانهاشو جمع کرده. گفتم جدی؟ گفت نه با دیوان یارانه چیه؟ ارث رسیده بهش و یارانه ما 45 تومنه، موز 60 تومنه. چرا فکر کردی میشه واقعا خونه خرید؟ دیدم رو یه دست به افتخار خودت بزن. ناامید نشدم، گفتم مامان دیگه نمیخواستم بگم من بابا رو با یه خانومی دیدم. گفتش که خب به من چه؟ کجا داریم زندگی میکنیم ما؟ به من چه چیه؟ گفتم خب شوهر توه. گفت خب به تو چه؟ گفت ببین پسرم زندگی شخصی خودشه، دیگه ببین این چند تایه؟ گفتم این دوتا. گفت نه این یک کلفته، با چشمایی که اینقدر خطای دید دارن شوهر من رو قضاوت نکن. دیدم اصلا نمیشه. برگشتم دوباره دیدم اون پزشکی به خدا راحت‌تر بود. یعنی من با غریبه بهتر از مامانم ارتباط میگیرم. رفتم میشه دکتره دوباره، گفتم از یه راه جدیدی وارد شم، در دوستی. زنگ زدم آقای دکتر، گفتم آقای دکتر امشب کافی شاپ شما رو میخوام دعوت کنم دوره هم باشیم. گفت باشه بریم. آقا کافی شاپ یه موزیک ملو، یه نور لایت، یه شم روشن کردم وسط، میخواستم یکم فضا احساسی شه. گفت ببین اولین بارمه دارم به یکی معافیت میدم، من به عهدی معافیت نمیدم. گفتم آقای دکتر من فقط میخواستم نظرتون رو بدونم. گفت تو یه بار که نمیشه من نظرم رو بگم. گفتم که جان. گفت یعنی باید چند بار معاینه بشی؟ گفتم آقای دکتر من میخوام فقط نظر خودتو بدونم، معافی منو بده، خدمتم معاف، جونم آزاد. که دیگه معافیت رو به امید خدا گرفتیم و تموم شد دیگه. افتخار خیلی مبارکه. خیلی شکریم. خیلی مبارکه. دمت گرم. ماشاءالله بهت. شکریم. خیلی پر انرژی و بالا و جذاب و قشنگ و من توضیح بدم؟ بله. من مامان اینا میگفتن، مخصوصا مامان خیلی میگفت من نمیام، میگفتش که من تو هر بار اجرا داری اینجا منو دعوت میکنی بعد فکر میکنن تو بچه ننه. نگین این حرفو. من با افتخار واقعا بچه ننم. اصلا میبینی
بعد میگه من بخاطر آقای جوان اومدم. بعد میگه چرا با من شوخی میکنی؟ آره آره. قدمتون سرچشم. من هر بار که بیاین ما رو خیلی خوشحال میکنین. زنده باشین. اینجا رو پر نور میکنین. مخلصم. زنده باشی. دمت گرم. افتخار خودت. زندگی زناشویی تام مبارک باشه. مخلصی. بیار دفعه دیگه خانم بیار اینجا بشینن. ببینیمشون و شما شوخیات اینجا ارائه بده کیف کنیم.